نظر داشته باش. پس من اینم میخوام این جمله رو هم یادداشت کنی. میدونی من الان میخوام تمام اون نقشه ذهنیتو میخوام ببینم، اون چیزی که تو ذهنت رو بریز رو کاغذ. کار داریم بچه‌ها، این کلاس کلا رایگانه. من دلم میخواد شما وقتی از این کلاس رفتی بیرون یه چیزی دستت باشه، تو نباشه که الکی فقط اومده باشی. واسه من این کلاس خیلی ارزشمند تر از چیزی که فکر میکنی، با ارزش تر چیزی که شما فکر میکنین، خیلی زیاد. اگه یه دونه از شما هم تفاوت ایجاد بشه تو رفتارش، برای من اصلا بارم بسته شده. یه نفر. پس من قرار شما مشاوره ثبت نام کنیم بعد از این کلاس، چون اصلا تایمی نمونده برای ثبت نام مشاوره، نه قرار چیزی. فقط میخوام شما وقتی رفت سر جلسه دعام کنی، بگی خدا خیرش بده خانم حیدری که باعث شد همیشه اتفاقی واسه من بیفته. کامل متوجه شدیم پس هدف چیه؟ پس دقت بکنین، قدر بدونی. خب خیلی خب بچه ها بیا اینجا، یه مسئله خیلی مهم باید دقت کنی. اساسی ترین عادت عامل بودنه. الان توضیح میدم یعنی چی. بچه ها تا زمانی که من نشستم با خودم صحبت میکنم آره فلان کار رو انجام میدم، فلان کار رو انجام، فلان کار، هیچ نتیجه عاید من نمیشه. تنها نتیجه زمانی عاید من میشه که من شروع کنم به انجام یک عمل، پیش برم. عامل بودن دقیقا به همون معناست. یه نکته خیلی مهمه میخوام شیشتونگ حواسو به من بدی. هنوز تو این لحظه نه برنده‌ای مشخص شده نه بازنده‌ای مشخص شده. پس گرفتن ژست برنده، این که من همه چیزو تموم کردم و اون غرور ضرر بهت میزنه، گرفتن ژست بازنده هم باعث میشه که تکون نخوری و این عامل بودن نشته باشی. حرفمو میفهمی؟ توجه کن، نکات بسیار مهمه. میخوام تفکر درست شه. توجه کن به من. هنوز هیچ کاپی دست برنده ندادن، هیچ نامه عملی هم دست بازنده ندادن. هنوز برنده و بازنده مشخص نیست. پس تو اگر فاز هر کدومش رو بگیری ضرر کردی. اما ما میخوایم تو اعتماد به نفس داشته باشی، نگاهت رو به آینده و شاد و اوکی، هم با واقع بینی هم با اینکه اوکی من میتونم بهش برسم، یه موفقیت رو به دست بیاری. من نمیخوام نگاهت رو به بازنده بودن باشه. حرفمو گرفتی؟ پس اگر تو ذهنت اینه که اوکی اینا برنده شدن، اینا که از من جلوترن، اینا که فلان، اگر تو فکر اینه داری اشتباه میکنی، چون اصلا هم چه خبری نیست. کی مشخص کرده برنده بازنده رو؟ تو مشخص کردی کجا؟ هنوز معلوم نیستش که. پس با من همراه باش. این کی معلوم میشه؟ زمانی که شما برگر به مراقب تحویل دادی پاسخ برگ سوم و تمام، اون زمان برنده و بازنده مشخص میشه. الان خیلی زوده راجبش فکر کنیم. مشخصه؟ یعنی اصلا بچه ها این ازتون خواهش میکنم به تک تک کلم، اولا که به دوستاتون هم بگیم یا سر کلاس، خب امروز ماشاءالله کلاس شلوغه، به بقیه هم بگیم بیان سر کلاس. دوم من که به تک تک حرفام، به تک تک کلامم دقت بکنین، همشون مهمن و باید قول میدم باعث پیشرفتت میشن. تو این قضیه شک نکن. باشه؟ بیا اینجا. پس یه زمان هست، من نمیدونم این داستانو قبلا تعریف کردم، اینا سروش سهر تعریف کرده، خیلی داستان قشنگی، داستان مال بچگیای ماست. میگه که یه نفر زیر درخت سیب نشسته بود. زیر درخت سیب نشسته بودش و بعد میگفتش که یه سیب دید اون بالا، دیدش که به به چه سیب خوبی، من این سیبو الان گاز میزنم میخورم، تخماشو میکارم، از اون تخما چند درخت در میاد، بالاخره از هر تخمی درختی در میاد، نهایتا در میاد سیب رشد میکنه. این سیبا رو دستبندی میکنم، میبرم بازار میفروشم، کلی پولدار میشم، کارخونه دار میشم، کمپوت سیب میزنم، آب سیب میزنم و خیلی پولدار میشم. همون لحظه که داشته این فکر رو میکرده، یه نفر از راه میرسه، خچ سیبو گاز میزنه و تمام رویاهای اون فرد تموم میشه، اصلا به هدر میشه. خیلی وقتا دقیقاً کارای ما هم همین شکلیه. ما اسم داستان بود آن که خیال کرد آن که عمل فکر کنم، یا آن که خیال بافت آن که عمل کرد، همچین داستانی. خیلی وقتا کارای ما هم همینه. ما چون عامل نیستیم همش میگیم من این هفته این تعداد تست میزنم، اینقدر تمرین حل میکنم، اینقدر کتاب میخونم، این کلاس ها نگاه میکنم، اما همش تو فکره. میدویم اما تو فکرمون. دویدنی که تو فکر باشه و سطح زمین نباشه رسیدنی در پی نداره. جمله سنگی بود، بس همیشه با سوسماس بزنی بچیشو، خودتون از خودتون سوسماسو بخون. پس ما تو فکرمون خیلی وقتا میدویم. طرف نگاه میکنه کل روز تو اتاقه، اما تو اتاق بودن به معنای خوب درس خوندن هم نیست.
خیال بافیه، تو فکر دویدنه. من تو فکر نمیخوام، میخوام بیای عامل باشی، حداقل این 20 روز عامل باش. عامل یعنی عمل کننده، عمل کن. اوکیه؟ بسیار هم اوکیه. دوست دارم وقتی اینطوری فعالیت میکنی خوشم میاد، ولی توجه به من باشه، خوشحالم که خوشتون میاد. پس اینه، من انرژی شبیه چیزم، شبیه اینو فیلم